با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در ادامه سلسله گفتگوهایی که داشتیم به مناسبت سالگرد انقلاب اکتبر 1917 روسیه و تاکنون سعی کردیم دیدگاه پاری از فعالین چپ چه در داخل کشور و چه خارج از کشور رو از گرایشات مختلف منعکس کنیم، این بار میریم سراغ رفیق فرهاد بشارت، تحلیلگر و فعال جنبش ضد سرمایه‌داری ساکن سوئد. خب رفیق فرهاد بشارت عزیز، من بهت خوش آمد میگم از اینکه دعوت تلویزیون برابری رو برای این گفتگو پذیرفتی. اولین سوالم رو که معمولا شبیه همین سوالاتی است که از سایر رفقا کردم اینه که دیدگاه کلیت در ارتباط با اهمیت انقلاب اکتبر و تأثیری که این انقلاب بر سراسر قرن بیستم گذاشته چیه؟ بگوش. منم به سهم خودم به شما و تمام بینندگان عزیز تلویزیون برابری درود میفرستم و از شما تشکر میکنم که این وقت رو در اختیار من گذاشتین که قدری با هم در این مورد صحبت بکنیم. به گمان من انقلاب اکتبر یک انقلاب از نظر سیاسی سوسیالیستی بود که در اون طبقه کارگر و زحمتکشان و دهقانان فقیر در روسیه با شعار نان و آزادی و برابری و صلح تونستن در بدترین شرایط، موقعی که بورژوازی در کل اروپا جهنمی رو برای کل بشریت به وجود آورده بود، با این انقلاب خودشون به جنگ جهانی اول که منجر به کشته شدن به روایتی 14 میلیون نفر آدم شد، به این با این انقلابشون خاتمه بدن و یه امیدی رو در دل همه انسان‌هایی که تحت ستم و استثمار بودند در سراسر دنیا به وجود بیارن، برای اینکه میشه از این توحش بورژوازی چه تا اونجایی که در زندگی روزمره هست و استثمار سرمایه داری و چه تا اونجایی که به مسئله جنگ و این رقابت هایی که در صحنه بین المللی منظمن وجود داشته میشه به این خاتمه داد و یک جامعه انسانی به وجود آورد. این در تاریخ بشر یک نقطه عطف بسیار مهمیه و علارغم هر انتقاداتی که بهش داشته باشیم و باید هم داشته باشیم برای اینکه بشه از این پیشتر رفت و امروز در قرن 21 با درس آموزی از هم درس های مثبت و هم درس های منفی انقلاب اکتبر بتونیم بالاخره از دست این مناسبات سرمایه داری در سراسر جهان خلاص بشیم. تصور من بر اینه که پیشبینی اولیه بولشویک ها و فعالین کارگری روسیه در اون زمان از احتمال انقلاب در کل اروپا کاملا درست بود، واقعا پیش بینی بود که به دقت علوم ریاضی درست در اومد و بلافاصله بعد از انقلاب اکتبر 1917 در 1918 در آلمان و سپس مجارستان و ایتالیا هم انقلابات شروع شد و بولشویک‌ها چشم‌اندازی که داشتن برای انقلاب در روسیه این بود که خیلی روشن بود برای لنین و رفقا اون زمان که روسیه از نظر اقتصادی و رشد نیروهای مولده عقب مونده هست و استراتژی انقلاب سوسیالیست چون این بود که اگر بشه ما تو روسیه بتونیم انقلاب رو شروع بکنیم، اون وقت انقلاب در آلمان به دادمون میرسه و در اروپا و از اونجا هستش که امکانات مادی و نیروهای مولده لازم برای ساختمان سوسیالیست به داد روسیه میرسه و کل اروپا به این شکل انکشاف پیدا میکنه. این استراتژی و این بینش و این تحلیل از وضعیت
جهان سرمایه‌داری به خصوص در زمان جنگ اول جهانی کاملا درست بود و این اتفاق افتاد. فقط متاسفانه هم کمونیستای آلمانی به خصوص کمونیستای آلمانی اون آمادگی و لازم رو نداشتن، اون اتحاد رو لازم رو نداشتن که بتونن اون قیام و انقلابی که در آلمان به وقوع پیوست رو به سرانجامی مثبت و درست برسونن و بتونن به کل اروپاشن لوکوموتیو در واقع انقلاب سوسیالیستی در سطح اروپا و از جمله خود روسیه. و از اینجا هستش که مشکلات بلشویک‌ها و کلاً انقلاب سوسیالیستی در روسیه شروع میشه، به این معنا که فعالین کارگری و رهبران کارگری انقلاب روسیه برش صحیح سیاسی از انترناسیونال دو و بخش راست به اون منظور هم کاتوسکی و برنشتاین اینا داشتن و به صلاح خط تمایزشون این بود که سرمایه‌داری رو با زبان خوش و با انتخابات و رأی دادن نمیشه درست کرد و بایستی یک انقلاب سیاسی لازمه تا قدرت سیاسی از دست سرمایه‌داران گرفته بشه و اون وقت دولت کارگری بتونه که نظام کارگری بتونه شروع بکنه به ساختمان سوسیالیسم. به نظر من از نظر سیاسی برش کاملا درست بود و ایستادگی اینا در مقابل شوبینیسم ملی امثال کاوتسکی و برنشتان بسیار درست بود. امروز هم ما میتونیم به این ایستادگی و موضع انقلابیون روسیه در اون موقع افتخار بکنیم، میگیم نظر درستی داشتن. ولی دقیقا با توجه به اینکه اینها از نظر ساختمان سوسیالیسم یا جامعه پسا سرمایه داری هرچی اسمشو بذاریم، من هیچ آلرژی به این اسما ندارم، با توجه به اینکه اسامی سوسیالیسم و کمونیسم توسط آقای کیم جونگ اون رو نمیدونم خمر سرخ رو نمیدونم برژنف و اینا چیز شده، من حساسیتی ندارم. هر اسمی بینندگان تلویزیون شما میخواییم این بذاریم، من اسمشو بذاریم جامعه پسا سرمایه داری بتونیم برای اینکه تو بحث جلوتر بریم. و اینها در این مورد که خب محتوای اقتصادی اجتماعی سرمایه داری چیه، برش جدی با جناح راست و شوبینیستای ناسیونالیست آلمانی و بقیه کشور اروپا نداشتن و با بحث جدی تو انترناسیونال دوم سر این که خب این جامعه پسا سرمایه داری چیه، ما چه وقت میتونیم بگیم سرمایه داری از بین رفته، به وجود نیومد. در زمخترین حالت اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم این بود که تقریبا هر دو از نظر اقتصادی اجتماعی یه چیزی رو میگفتن و اونم مالکیت به اصطلاح دولت بر سرمایه ها و پیشبرد یک درجه ای از رفاه و بهبود اقتصادی در زندگی مردم. حالا کارتسکینا می گفتن به تدریج یواش یواش از طریق اصلاح و رفرم و گذراندن قانون توی مجلس و بلشویک‌ها معتقد بودن که و جناح چپ انترناسیونال دوم معتقد بودن که نخیری از طریق انقلاب ممکن، ولی بحث جدی سر محتوای اقتصادی جامعه پس از سرمایه‌داری صورت نگرفت. و وقتی انقلاب آلمان شکست خورد برخلاف انتظار بلشویک‌ها و انقلابیون کمونیست تو تمام اروپا، اون وقت این بحث به پیش صحنه مجادلات سیاسی ایدئولوژیک رهبری انقلاب تو و مردم کارگران توی روسیه کشانده شد که خب حالا چه؟ خب انقلاب آلمان شکست خورد، ما باید چه باید بکنیم؟ و اینجاست که تقریبا حدود سال 1921-22 این بحث که سوسیالیسم چیست، برنامه اقتصادی چیست، به پیش صحنه مجادلات و مباحث سیاسی توی حزب و بیرون حزب کشیده میشه. من اینجا بدون اینکه بخوام وارد جزئیات بشم اینو باید بگم
که از نظر من جامعه پسای سرمایه داری و گذار از مناسبات سرمایه داری چیزی به جز الغای کار مزدی، الغای کار اجباری و توزیع در جامعه، توزیع فراورده های تولید شده در جامعه منطبق بر امتیازات احتیاجات هر فرد و طبیعت. ما باید امروز دیگه در قرن 21 روی مسئله طبیعت و اونطور که مارکس در دست نوشته فلسفی اقتصادیش میگه طبیعی کردن انسان و انسانی کردن طبیعت هم تاکید بکنیم و این دوتا رو اصلا جدا نکنیم. تا اونجا که من متوجه میشم اینه که در این دیدگاه مربوط، تزهای مربوط به شکست اتحاد شوروی انقلاب اکتبر، خب گرایشات مختلفی وجود داره. حالا محافظه کارترینشون که تا گورباچف هم میان، یعنی تا زمانی که اتحاد شوروی به مساوی کشور وجود داشت و همه چی اوکی بود، بعد دیگه حالا گورباچف اومد خیانت کرد و فلان. و بعضیا خب مثلا دیدگاه های تو جنبش جهانی از جمله ایران هم بود که مثلا بعد از مرگ استالین و آمدن خروشچف و تزهای ریویژنیستی این شکست شروع شد. برخی مرگ لنین و آمدن استالین و حذف اون کادرهای اصلی حزب بلشویک و از جمله خود کمیته مرکزی و اعدام اونا رو توسط استالین اونو دلیل میدونن. دیدگاه شما اینه که اصلا خود بلشویک ها بعد از انقلاب اکتبر، حتی در زمان حیات لنین، به دلیل اینکه یک الگوی اقتصادی نداشتند، این شکست رو باید اونجا جستجو کرد. بعد به درستی از مارکس کد میارید، اما سوالی که اینجا به وجود میاد اینه، سوالی که به وجود میاد اینه که آیا اصلا میشه سوسیالیسم رو، چون دیدگاه مارکس این بود که سوسیالیسم در میراث جهانی میاد، محصول انقلاب جهانی، سوسیالیسم در یک کشور و در محاصره جهان سرمایه‌داری امکان ساختمانش هست، مثلا میشه ساختمان رو سوسیالیسم رو به طور کامل در یک کشور پیاده کرد یا نه؟ بگوش. من تو 30 سال گذشته یکی از سوژه هایی که روش آرش عزیز کار کردم همین بوده. به نظر من خود این سوال اصلا بی ربط به جنبش کارگری که آیا سوسیالیست در یک کشور میشه یا نمیشه، هم جواب آره هم جواب نه بهش غلطه. سوال غلطه. چرا؟ برای شروع این که اولا کشور رو که یک پدیده و ساخته بورژوازی در دوران سرمایه‌داری، کشور ملی رو، اینو به عنوان یک پدیده همگون تو همه جا در نظر میگیره. خب این در مثلا فرض بفرمایید امکانات و پتانسیل های ایجاد جامعه پسا سرمایه‌داری مثلا در ایالات متحده آمریکا یا چین امروز یا ژاپن یا هندوستان یا حتی ایران رو نمیشه به مقدورات و امکانات مثلا کشور بوتان و فرض بفرمایید ماداگاسکار گره زد. از نظر نیروی انسانی، رشد نیروهای مولده و منابع زمینی، فاکتورهای بسیاری هست، اینا اساسا همگون نیستن. این یک. دو، وقتی میگن در یک کشور نمیشه، بالاخره تو چند کشور میشه؟ اونایی که چون انقدر من به این سوال، به این نمیگم منظور شماست، ولی به این گفتمان انقدر آلرژی دارم که جز اونایی که بالاخره تهش اینه که سوسیالیسم نمیشه و خب در چند کشور میشه. اتحاد شوروی که تقسیم وقتی به اصطلاح از بین رفت 18 کشور شد، الان تو اون 18 کشور انقلاب سوسیالیستی بشه میشه؟ اصلا این سوال ربط نداره. و مسئله بر سر اینه که وظایف اقتصادی اجتماعی انقلاب کارگری سوسیالیستی چه چیز است؟ تا اونجایی که به مارکس و انگلس برمیگرده، اینا درسته که بر بین المللی بودن جنبش و مبارزه کارگری اشاره دارن، ولی به هیچ وجه به نبوجو اینا معتقد نبودن که در یک کشور نمیشه. چه اینکه مثلا انگلس توی نامه‌ای تو مکاتبات خصوصیشون از به مارکس نوشته که من این مقاله راجب جوامع اولیه کمونیستی تو آمریکا که شیکرز و کواکرها توی آمریکا درست کردن، فرقای مذهبی بودن، ولی با هر کس وارد این جامعه میشد، مثلا اسمش یکیش جامعه هارمونی بود، چند هزار نفر جمعیت داشت این شهر، مایملکشو میذاشت و بعد هر چقدر میخواست کار میکرد، هر چقدر هم میخواست از تولید اجتماعی بهره میبرد. انگلس اینا رو به عنوان
جوامع کمونیستی اولیه به رسمیت میشناسیم. از همه مهمتر برخورد و تحلیل مارکس انگلس از کمون پاریسه. کجا مارکس نوشته که انقلاب تو پاریس و کمون پاریس شکست خورد، برای اینکه فقط تو یه شهر، یا اگه لیون هم بذاریم کنارش که نم دو هفته سه هفته حکومت کارگری داشت، چون تو دو شهر بود. فراد عزیز من یه سوال اینجا بود، ببین منظور انقلاب نیست، اینایی که حتی مخالف میگن ساختمان سوسیالیسم رو در یک کشور نمیشه ایجاد کرد، اینا طرفدار انقلاب هستن و معتقد به یک دوره گذار به اصطلاح فرارتر رفتن از سرمایه‌داری هستن، ولی میگن این مجموعه اقداماتی که در این دوره انتقالی صورت میگیره، چون به درستی شما هم گفتید مستلزم لغو کار مزدوری هست، لغو من نمیدونم بازار پول فلان همین داستان ها هست، قانون ارزش و غیره، اینا مادام که بخصوص الان که اقتصاد جهان جهانی تر شده، گلوبال شده، شما در محاصره جهان هستید، مگر اینکه در یک جزیره مثل اون دریانورد بود خودتو زندانی بکنی. اینا میگه اگه میخوای وارد مبادله و فلان اینا بشی، خب اطرافت که همه جهان سرمایه داری. من سوالم اینه که پس چرا مارکس میگفت، یعنی طرفدار آره کمون پاریس رخ داد یا هر انقلابی در هر جا رخ داد حمایت کردن، ولی میگفت که حداقل باید این سوسیالیسم مثلا محصول یک مثلا چیه ساختمان در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هست، نه لزوما حالا بوتان و نپال و اینا، کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری باید به اصطلاح با هم به این سو برون. ولی خب اینم مطرح هست که همونطوری که مثلا همه این کشورهایی که به نام سوسیالیسم انقلاب کردن آخرش شکست خوردند، پروژه انقلاب جهانی هم اونم خودش رویا بودنش رو ثابت کرد. یعنی هیچ جا ما شاهد انقلاب جهانی نبودیم، همیشه انقلابات در یک یا چند کشور معین، فوقش در یک منطقه معین مثل این انقلابات عربی رخ داد. عزیز جان ببینید، اون صحبت قبلی رو خاطرم بدیم، برای تا اونجایی که من خاطرم است و روایت و تحلیل مارکس از کمون پاریس رو خوندم، هیچ ایشون به این مسئله رو مطرح نمی کنه که چون انقلاب از پاریس و لیون پیشتر نرفت، اونم کشورهای دیگر رو نگرفت، آلمان رو نگرفت، به این دلیل شکست خورد. نقد مارکس به اقدامات کمونارد اینه که اینا نظر اقدامات اقتصادی و اجتماعی ضعیف بودن و نتونستن، و از نظر سیاسی هم عمل کردن. یک کلمه راجع به یک کشور یک شهر توش نیست، و یا حتی با این که قبل از اینکه کمونارد دست به این قیام بزنن، حداقل تا اونجایی که به کادرها و اعضای جامعه بین کارگران برمیگرده، خب صحبت های بود پیشتر، بخصوص وقتی جنگ بین آلمان و فرانسه شدت گرفته بود و فقر و بدبختی تو فرانسه به خصوص پاریس و لیون و شهر اصلی فرانسه بیداد میکرد، اینکه قیام بکنن یا نکنن مارکس هشدار میداد که زودرس و غیره. ولی وقتی انقلاب میشه، ارزیابیش و نقدش این نیستش که این چون در یه شهر بود نمیشد، نباید میکنه. بحثش بر سر اینه که از نظر اقدامات اقتصادی و اجتماعی اینا نمیدونستن چی کار بکنن، درست رفتار نکردن، از نظر سیاسی هم خوشبین بودن. و حالا برگردیم به اون بحثی که نقطه که شما مطرح میکنید، جواب به این سوال برمیگرده به اینکه ما چه تصویری از سوسیالیسم و جامعه پس از سرمایه‌داری داریم، چه شرایط، چه پیش شرطهای اقتصادی اجتماعی لازمه برای اینکه بشه از مناسبات استثمار کار مزدی فراتر رفت، کار رو داوطلبانه کرد و به هر کس به اندازه نیازش تو جامعه داد. این به نظر من کلید حل این بحثه. هر تعریفی که از این بکنیم وقت استنتاجات رو مختلف میکنیم. یه عده‌ای هستن، یه نظرگاهی هست توی جنبش چپ و ضد سرمایه‌داری که میگه تا مادام که تولید به وفور سر همه چیز نباشه، سوسیالیسم امکان پذیر نیست. و اون وقت این ورژن‌های مختلف داره، یه ورژنش هم اینه که به این دلیل باید بین‌المللی باشه و همه کشورها یا حداقل کشورهای پیشرفته جهان همزمان به اصطلاح اقدام به از بین بردن مناسبات سرمایه‌داری بکنن. و تا دیگه بعضا کار به اینجا میکشه که تا سه تا روز رویس هم جلی در خونه پارک نکنی سوسیالیسم نمیشه. به گمان من ابدا با این نظر موافق نیستم و تمام تاکیدم و به اصطلاح تلاشی که کردم حداقل تو 20 سال گذشته نظرها رو تا اونجایی که عقلم میرسه و توانم میرسه متوجه این بکنم که پیش شرطای
فراتر رفتن از مناسبات سرمایه‌داری وفور به این معنای مطلقش نیست. و ما پیشینه این بحث رو، من اشاره فقط بکنم به بحثی که بعد از مرگ لنین توی اتحاد شوروی پیش اومد، داد برم مشخصا روی این نکات میخوام تکیه بکنم. وقتی که به اصطلاح انقلاب روسیه تنهامون، این بحث به پیش سرنه مونده شد که خب ما چه کار بکنیم از نظر اقتصادی اجتماعی. و ظاهرا دو تا ایده شکل گرفت که نمایندگان لنین هم که خب بعد اون که تروری که روز شد دیگه تو نتونست به اصطلاح تو بحثا دخالت بکنه، هرچند که به نظر من روشن این ترین تو همه بولشویک ها خود لنین بود، مجادلاتش با بوخارین سر این که اون گفتش که کار مزدی، ببخشید اون یک شنبه های کمونیستی رو، یک شنبه های کمونیستی رو اینو کش بدیم و مصادره بکنیم و وقت ما به کمونیسم میرسیم، که لنین میگه هر چقدر هم مصادره بکنی این سوسیالیسم نیست، این کمونیسم نیست و احتیاج به پیش شرطایی داره، از جمله مثلا به لزوم الکتریفیکاسیون در جامعه اشاره میکنه و میگه که مادام که ما نتونیم انرژی به مقدار و فوت تولید بکنیم سوسیالیسم ممکن نیست. ولی به هر صورت بحث صاحبان اصلی دو قطب بحثی که شد استالین، یک شد تروسکی. استالین میگفت سوسیالیست یک کشور میشه، تروسکی میگفت نمیشه، سوسیالیست یه امر بین المللی. ولی جالب اینه که در بحث در کتابی که تروسکی در خاتمه برنامه 5 ساله اول می نویسه و جمع‌بندی از اقدامات اجتماعی اقتصادی اتحاد شوروی می کنه، تو کتاب دولت کارگری ترمیدور به بوناپارتیسم، اونجا میگه که استالین برنامه جناح چپ حزب بولشویک و برنامه اقتصادی منو دزدیده، نقدش به و اونجا به شدت از دستاوردهای کارهایی که تو این برنامه 5 ساله کردن دفاع میکنه و بعد نقدش به استالین این که میگه این با زورگویی برنامه 5 ساله رو تو 4 سال 3 ماه تموم کرد. یعنی محتوای عملی همونی که میگفت میشه، همونی که نمیگفت نمیشه، یکی بود، اونم رشد نیروهای مولده بود، کار مزدی و دولت به اصطلاح صاحب سرمایه ها شده. دولت سرمایه رو مصادره کردی، وقتی میپرسیدی سرمایه‌دار میگفتن سرمایه‌داری رو به عنوان مالکیت خصوصی سرمایه‌داران منفرد بر ابزار تولید و توزیع میفهمیدن و ما به اصطلاح محصول تولید و نه یک مناسباتی که بین انسان ها بر سر اداره هم مالکیت و هم اداره ابزار تولید و توزیع به کار گرفتن، اون رو به خصوص توزیع و استفاده از فراورده های تولید هستش. اینا یکی بود. حالا ما برگردیم به اون نکته که خب پس پیش شرط های به اصطلاح فراتر رفتن از مناسبات سرمایه داری چه چیز هست. اینجا دیگه با توجه به اون بوکساواتی که بحث توی اتحاد شوروی کرد و بالاخره به نفع به اصطلاح پیشبرد سرمایه‌داری دولتی بسیار متمرکز و رشد نیروهای مولده و صنعت به هر قیمت در رقابت با سرمایه‌داری جهانی، نتیجه‌اش هم این شد که دیدیم، اون وقت ما مجبوریم به گمان من خوب هستش که برگردیم به خود مارکس. مارکس در ایدئولوژی آلمانی وقتی اساسا نظریات چه در این مورد مطرح میکنه، مسئلهش رشد نیروهای مولد و غیره نیست. مارکس از آزادی انسان شروع میکنه، میگه شرط آزادی انسان چیه و این در یه حد فلسفی داره بحث میکنه و در اونجا به روشنی میگه که انسان مادام که نتونه خوراک، پوشاک، مسکن و امکانات ابتدایی زندگی رو تولید بکنه نمیتونه آزاد بشه. بعد صریح‌ترین بحث برنامه‌ای مارکس به خصوص روی این سوژه، یعنی چه وقت میشه از مناسبات کار مزدی فراتر رفت، در نقد برنامه گوتاست. و در نقد برنامه گوتا ایشون دو فاز میکنه. فاز اول میگه که اون موقعی که تمام نعمات، از این لغت استفاده میکنه، اجتماعی کافی نیست برای اینکه
برای همه جامعه تخصیص داده بشه. در نتیجه بایستی اول میگه از کل تولید اجتماعی بخشی برای نگهداری از کودکان، سالمندان، پیشبرد عمومی جامعه، توسعه جامعه استفاده کرد و بعدم آنچه که ما این رو به هر کس به اندازه کارش توضیح کرد. و بعد وقتی که میخواد این فاز رو گره بزنه به فاز بعدی، همون فازی که ما داریم ازش صحبت میکنیم که به نظر من دیگه امروز در دستور کاره، میگه که بایستی خوراک علاوه بر اون چیزایی که پیشتر شمرده که امروز بخش زیادش تأمینه تو حتی جهان سرمایه‌داری، بالاخره سالمندا بازنشستگی میگیرن، کودکان مجانی مدرسه میرن، بهداشت مجانی هست تو بعضی کشورها، امروز تو سوئد سه وعده غذای مجانی به بچه‌ها تو مدارس میدن و غیره، اونجا مطرح میکنه که وقتی که تمام نعمات اجتماعی به اندازه گفور تولید شدن و اختلاف بین شهر و روستا از بین رفت و اون موقع میشه از این فاز فراتر رفت و گفتش که از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش. یک ادای سهم من به این بحث اینه که این بحث تولید وفور رو اگر بخوایم مطلق کنیم، این به معنای اینه که سوسیالیسم موکولش میکنیم به محال. چرا؟ چون به گمان من جامعه بشری منظمت در حال تکامله. ما هیچ وقت نمیتونیم جامعه بشری رو حتی تو فاز کمونیسم تصور بکنیم که تولید همه چیز به فور نخیر. تا 20 سال پیش این تلفن‌های سکلویی تلفن همراه بود، اونم خیلی تازه آدم های پولدار و متشخص داشتن. امروز هم بچه 18 ساله الان تو سوئد آیفون 5-6 داره. از در عرض 20 سال از اون کمبود به این وفور رسیدیم. ولی امروز فرض بفرمایید چیزهای دیگه هستش که تولید کمبود توشون هست و در 10 سال آینده اونا به وفور خواهد رسید. اساساً کمبود خودش نشانه ای از ظرفیت و خواست جامعه بشری برای پیشتر رفتنه. ما هیچ لحظه ای رو تو تاریخ بشر نمیبینیم، مگر اینکه اساسا تاریخ تموم بشه دیگه، نمیدونم کنفرکون بشه دنیا، که فکر کنیم تو تولید همه چیز وفور هست. در نتیجه اگر این حکم رو بزنم، و این یکی از به اصطلاح سهم‌گذاری های من تو این بحث بین المللی هست، اینه که اگر این صحبت درسته، خب اونجا ما باید امروز در قرن 20 چون ما باید طوری حرف بزنیم که بالاخره آدم‌ها رو تو اوایل قرن 20 قانع بکنیم که آزادی شدنیه. اگه به ما بگن که بفرما یا به سازمان هدایت کننده انقلاب کارگری ضد سرمایه‌داری بگن بفرمایید این کلید خزانه داری، اونم کلید زرادخونه، مملکت چه جامعه رو چجوری میچرخونیم؟ یعنی یک کشور یا سه کشور کار چی میشه، توزیع چی میشه؟ که به نظر من تا اونجایی که به اون چیزهایی که تولید به وفور هست مسئله روشن، امروز تولید غذا، دارو، مسکن، از بزرگتون بسیاری از کالاها مثل کامپیوتر، تلفن، اتومبیل، موتورسیکلت، آنچه که بگیم واقعا به وفور تولید شده. غذا رو میریزن تو دریا. تازگی شنیدم تو سوئد که این کمپانی لباس هندسان موریس سال گذشته 20,000 تن لباس آتیش زده برای که نتونستن بفروشنش. و بله من یه سوال داشت. بله این بولشویک ها حالا غیر از اون 3-4 سال اول که خب درگیر جنگ داخلی و معاصری 14 کشور امپریالیستی و قحطی و این چیزا بودن، بعد که حالا تونستن معاصری امپریالیستی رو در هم بشکنن، اشغال آلمان رو پایان بدن، گارد سفیدای به اصطلاح ضد انقلابی رو شکست بدن، رو پای خودشون وایسادن، اینا خب مالکیت خصوصی رو برچیدن، درست؟ و بعد یه حزب مالکیت خصوصی برچیده شد، یک حزبی هم به نام حزب کمونیست اونجا حاکم بود. حالا برخی انتقاد میکنه خب به جای حزب مثلا باید شوراها و همه قدرت به دست شورای کارگران زحمت کشان می بود، که نشد. یک پلیت برو، یک حزب جایگزین قدرت طبقه شد. این انتقاد سیاسی رو به اصطلاح میشه کرد، ولی منظور وقتی میگیم بدیل اقتصادی نداشتن، یعنی مثلا غیر از حسب مالکیت خصوصی اینا قرار بود چه اقداماتی دیگری بکنن؟ و بعد این پرسش رو مطرح میکنن که خب همه این کشورهایی که اومدن انقلاب کردن، چین، ویتنام، منم کوبا، اینور اونور، بعد از مدتی در محاصره جهان سرمایه‌داری
برای اینکه نتونستن با اونا رقابت کنن، چون نمیخوان از ارزش‌های ضد انسانی اونا پیروی کنن، عملا به جای تقسیم ثروت به تقسیم فقر منجر شده و بعد برای اینکه ناراضی رو کنترل کنن به آزادی‌های فردی و سیاسی هم پایان دادن. یعنی اونایی که میگن سوسیالیسم رو به طور کامل نمیشه در یک کشور پیاده کرد در معاصر جهان سرمایه‌داری، این فاکت‌های عینی را هم پیش روی خودشون دارن. یعنی شما میگید که مثلا الان انقلابات فعلی یا آتی برای اینکه به سرنوشت انقلابات قبلی دوچار نشه باید از چه مسیرهای عبور بکنه یا از چه مسیرهای عبور نکنه؟ اینجوری ببینید، بیاین دوتا مدل حتی تو همون تجربیات قرن بیستم در نظر بگیریم. یه مدل اتحاد شوروی، یه مدل کوباست. در اتحاد شوروی رشد نیروهای مولده به هر قیمت شد قلب تپنده سوسیالیسم اونا، یا سرمایه‌داری دولتی به گمان من. و در کشوری که سرمایه متمرکز خیلی کم بود، دولت تمام سرمایه را مصادره کرد و این تمرکز سرمایه اجازه داد برای سرمایه‌گذاری بیشتر رو صنایع سنگین و معادن و زباهن و غیره و غیره و غیره و رفاقت با غرب و مسئله رفاه انسان ها و از بین بردن استثمار و آزادی انسان، همه اینا در زیر سایه این پروژه قرار گرفت و ده شد. در کوبا روایت دیگه داشت، اینا سراغ رشد نیروهای مولده خیلی نرفتن و به نظر من هم هیچ وقت پروژه مارکس رشد نیروهای مولده نبوده. امروز هم به نظر من نیروهای مولده با راستش زیادی رشد کرد. کوبایی ها به خصوص چگوارا از اون ابتدا یه دید خیلی انسان محور از سوسیالیسم داشتن و اقداماتی که کردن، اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی که گذاشتن جلو خود، چون تفاوت میکرد با اتحاد شوروی، اینا روی سواد آموزی، سر بهداشت، سر هنر، سر شادی و رفاه مردم، روی اینا تاکید کردن و نحوه تخصیص امکانات اجتماعی و تولیدی هم برای این محورها شکل گرفت. و با اینکه جامعه کشور کوبا کشور فقیری از نظر منابع طبیعی، تنباکو و شکر و نیشکر و یه مقدار چیز ماهی و تولیدات مواد غذایی و یه مقدار خیلی کمی هم نفت دارن، تمام شده رفت، ولی با این وجود تونستن با اون بینش و اون درک از سوسیالیسم یا جامعه پس و سرمایه داری در دل قاره‌ای که آمریکای لاتین بگیریم و آمریکای مرکزی، فقر و بدبختی و بیکاری و دزدی و فحشا و گرسنگی داره بیداد میکنه، توی کشور فقیر جامعه وجود دارن که از نظر این میلیارها ارزش اینه: آموزش و پرورش، هنر، بهداشت، یه همبایی بین الملل یا انترناسیونالیست واقعا در جهان بی‌نظیر، قابل مقایسه با اروپاست. از نظر مثلا فرض بکنید متوسط عمر انسان ها، مرگ و میر کودکان، بیسوادی رو به کلی بار انداختن. اینا دوتا مدل، دو نوع بینش. من نمیگم هیچ کدومش، اینا حتی مدل کوبایی هم اون مدلی که من فکر میکنم جواب مسئله داده، ولی وقتی اگر از اون نقطه که من بیشتر خاطر نشان کردم شروع بکنیم که با خب بالاخره پیش شرط ایجاد مناسبات فرا کار مزدی، مناسبات پسا سرمایه داری چیه و بخوایم روشن و کنکرت صحبت کنیم، اون وقت دیگه باید برگردیم ببینیم که پیش شرط چی هستن. به نظر من اگر همون نقد برنامه گوتار ما معیار خودمون بذاریم و امروز نگاه کنیم بهش با توجه به کلیه امکانات تولیدی و دستاوردهای به خصوص اجتماعی بشر، حتی برخی از دستاوردهای سوسیال دموکراسی، اون وقت باید گفتش که و با توجه به اون نسبی بودن وفور و کم بود که پیشتر اشاره کردم، به نظر من علاوه بر غذا، پوشاک، مسکن، نگهداری از کودکان، سالمندان و تخصیص بخشی از ثروت اجتماعی و تولید اجتماعی برای پیشرفت کل جامعه، اون وقت دیگه تو امروز تو قرن 21 بایستی تولید وفور ارتباطات، اینترنت، تلفن و غیره، انرژی، استراحت و زیست محیطی نه فقط بشر بلکه کلیه موجودات
ساکن کره زمین رو، اینها اگر تامین باشه به نظر من تمام پیش شرطهای فراتر رفتن از مناسبات سرمایه‌داری، الغای کار مزدی و به هر کس به اندازه نیازش دادن کاملا ممکنه و این تو به گمان من تو 60-70% کره زمین ممکنه، حالا تو یک کشور، دو کشور یا نیم کشور. و در نتیجه ما اگه بحثی از اینجا شروع کنیم که اینا پیش شرطهای به اصطلاح فراتر رفتن از مناسبات سرمایه داریه و اقال کار مزدیه، اون وقت باید یه نکته دیگه که پیش میاد، یه پروبلماتیکی که پیش میاد گفتمان که باید بهش جواب داد و منم سعی کردم ادای سهم در این بکنم، این است که به هر حال اگر این بحث درسته که تولید وفور و کمبود دو بچه دیالکتیکیه، کلن تولید هستن تو جامعه، ما همیشه وفور و کمبود خواهیم داشت، در نتیجه اونایی که تولید وفور هست و به اندازه هر کس به اندازه نیازش داریم که اون بحثی نداریم، امروز ما تو مدارس صورت قضا میذارن این بچه ها میان هر که هر میخواد در میداری میخوره، راسته شیش که بیشتر از اون نیاز نداره نمیخوره و میذارن میرن، کسی هم نمیپرسه پدر و مادر شما مالیات داده کار کرده وقتمند پول داری نداری هیچی، همینجور از کتاب خونه، همینجور از هزار یک خدمات اجتماعی، فکر کنم تو بقیه کشورهای اروپایی و کانادا و غیره اینا هستش، یعنی مثالای میشه در حد عجیبی ما نمیزنیم، کسی از گشنگی نمیره خونه است، البته برابر نیست، میمونه به این که توزیع اون فراورده ها، اون محصولات تولید اجتماعی که توش کم بوده است، اینو چجوری سازمان میدی؟ این به نظر من یه گفتمان موجه و مهمه که باید بهش پاسخ منطقی داد. در زمینه توسعه اقتصادی، خب الان با توجه به این فاجعه زیست محیطی در جهان، اصلا توسعه اقتصادی، تکنولوژی، صنعت به هر قیمت، حتی به قیمت نابودی طبیعت، این به طور کامل زیر سواله. یعنی ما طرفدار هر نوع توسعه اقتصادی هم نیستیم، باید توسعه‌ای باشه که به اصطلاح همزیستی داشته باشه با حفظ محیط زیست و فلان اینا. حالا شما در ادامه صحبت میتونید اینو بگید، به اینم بگید که به اصطلاح خب یکی از نقدهای جدی که بوده، خب این از کوبا صحبت کردید، البته این آموزش رایگان، بهداشت رایگان، من نمیدونم هر کس کار داشته بجو مسکن داشته باشه، در شوروی هم بود، در کشورهای اروپای شرقی هم بود، ولی علارغم این دستاوردهای اجتماعی که انقلاب اکتبر تقدیم قرن 20 و تا 21 کرده و خیلی از کشورهای سرمایه‌داری دارن از این لذتشو میبرن، صداشو در نمیارن، به لحاظ سیاسی اینا، حالا غیر از اون بخش اقتصادی هم که شما صحبت کردید، به لحاظ سیاسی هم اینا فرو پاشیدن. جامعه سوسیالیستی که قرار بود هزار بار آزادتر از جامعه سرمایه‌داری باشه، دموکراتیک تر از جامعه سرمایه‌داری باشه، به یک جوامع سیستم تک حزبی استبدادی با سوء استفاده کامل از اون کلمه دیکتاتوری پرولتاریا. وضع آزادی‌های فردی و سیاسی در جامعه مورد نظر شما در آینده، فرض بگیریم انقلاباتی میشه، کارگری، اجتماعی، سوسیالیستی، و قدرت میفته در دست کارگران، شوراهای کارگران، زحمتکشان، کمونها، کمیته های به اصطلاح مسلح به اندیشه سوسیالیستی پس از سرمایه‌داری. وضع آزادی ها و حتی برای دشمنان سوسیالیسم، مخالفین سوسیالیسم، چه فردی چه سیاسی، به چه ترتیب؟ وضع حکومت به چه ترتیب؟ ببینیم من بعدم به ادامه بحث قبلی برمیگردم، ولی همینجا به احترام سوال شما اولاً من به نظرم نکته که تکمیلی که فرمودین کاملا درسته، اینکه رشد نیروهای مولد در خود ابداً هدفی در خود نیست و مسئله حفظ زیست محیطی کل دنیا با همه موجوداتی که توش هستن این باید هدف باشد. تا مثلا یه زمانی بحثی با یه بزرگواری دیگری داشتیم، میگفت تو اون مناسبات تولیدی در اون زمان رو چی تعریف میکنی؟ من همینجور خیلی هم فکر نکردم، گفتم به نظر من مناسبات تولیدی آینده میشه مناسبات بازتولید طبیعت و انسان هم تو طبیعت، این به همین سادگی میشه و این ملاحظه شما کاملا درسته و به گمان من الان امکانات تولیدی بشر در حدی هستش که در 60-70% کره زمین تمام نیازهای بشری رو میتونه تامین کنه و آزادی رو به اون معنی که من و شما میفهمیم به وجود بیاره، ولی به خود این آزادی که برسیم به نظر من
جریان به اصطلاح مارکسیستی توی چپ و جنبش ضد کاپیتالیستی و جنبش کارگری یک نهله از نهله فکری و جنبشی چپ بوده. به نظر من در این مورد مشخصا این سوالی که میگین آنارشیستا و اکوآنارشیستا و آنارکو کامیونالیستا اینها هم صحبتهایی دارن و به خصوص با توجه به تحولاتی که داره تو رژاوا میگذره به نظر من این بزرگواران هم دارن نمونه‌های جالبی به دست میدن و این نمونه به نظر من که نشون میده که عملیه، اینا تئوری نیست، بالاخره 6 ساله دارن اینو به مرک عمل زدن تو رژاوا وسط جنگ و خونریزی و تبخشی که واقعا من نمیدونم چقدر نمونه‌های مشابهش تو تاریخ بشر هست و این همه گرگ از دور و بر بیاد بسیار حمله کردن، جنگ با داعش، دولت سوریه، دولت ترکیه، جمهوری اسلامی، دولت عراق، این بر اون بر. این هستش که اینها برای سازماندهی شورایی جامعه منتظر این که ما دولت مرکزی رو بربندازیم نموندن. این بنابراین اصولا اصلا این که پدیده دولت ملت چیز موجه و مفیدی نیست، برای همینم هم به اصطلاح اون ناسیونالیسم غلیظ کردی که تو منطقه بودم گذاشتن که و شروع کرد هر درجه که میتونستن تو مردم جنبش شورایی رو بندازن تو سطوح مختلف در شهر، روستا، مؤسسات تولیدی، در دادگستری، حل اختلافات، گرداندن شهر، پلیس، همه اینا رو به شکل شورایی سازمان دادن و به یمن این نوع همبستگی مردم یک احساس آزادی وسط جنگ و خون آتش در این مردم به وجود آوردن و دیگه آزادی زن اوکول به فردای انقلاب نکرده. از همین الان میگه آقا تو تمام نهادها حداقل 40% باید زنها تو مسئولین بسیار تصمیم گیری باشن، مدیریت جامعه، دولت هم نمیگم، میگم مدیریت جامعه و نگاه مسلحشون برای دفاع از خود بر همین پای ایپجه بر همین پای سازمان دادن و موفق شدن یه جامعه حدود 3.5-4 میلیون نفر اینو بتونن تا حالا روی پاش نگه دارن. به نظر من از این تجربه میشه درس گرفت و این مسئله ایه که اینا یه شب و دو شبه به این نرسیدن، سالها بود که این پروژه در دستور انقلابیون بوده و سالها زحمت کشیدن، کادر آموزش دادن، تو مردم بودن، پیوند خوردن مردم و این جنبش شورایی فراملی، فراجنسیتی و بسیار طرفدار طبیعت رو سازمان دادن. اگر اینا تونستن بر داعش فائق بیان و این وحشی ها رو از اون منطقه بیرون بکنن، کاری که هیچ دولت دیگه ای نتونست بکنه، نه به این خاطر بود که مردم تو رژاوا شجاع‌تر بودن یا اسلحه‌های بهتر داشتن، اصلا اینجوری نیست، بلکه به خاطر دقیقا همین آزادی که این مناسبات براشون به وجود آورده و قدرشون میدونن و خود مردم دخیلن در اداره روزمره جمع و زندگی و این به نظر من یه نمونه جالبه، خیلی جالبه. به نظر من چپ اگر نخواد سکتاریست بود، چپ امروز هم از سنت مارکسیستی به اون دستاوردهایی که به اسم مارکس به نسبت داده شد به مارکس، چون خیلی از این کارهایی هم که کردن این منوار واقعا مارکس با هیچ سریشون به مارکس نمیشه چسب بود، کاری که دارن کور شمالی میکنن، ولی به هر صورت باید دیدید که سنت های دیگه موجود در جنبش کارگری و چپ چه الگوهایی دارن و اوناش که مفیده ازشون دست‌آموزی کرد و به نظر من در این میدان حتی میشه از سوسیال دموکراسی در دست آموزی که بالاخره یه بخشی از نقد برنامه گوتا رو سوسیال دموکراسی انجام داده، بخشیش اونجاش که دیگه هنوز مناسبات سرمایه‌داری از بین نمیره ولی نگهداری از کودکان، سالمندان و بهداشت عمومی از بزرگتون حتی در اینجا از بین و در این مورد به نظر من از بخصوص آنارشیست‌های اجتماعی، کامیونالیستا، از اینا به نظر من میشه درس گرفت. اینا تجاربیه فقط برای مردم سوریه نیست، اونا
و برای خاورمیانه و حتی تمام دنیاست. بله و... فراد عزیز، اینایی که این گفتی، این اول مثلا از رجاوا مثال زدی، مثلا خود حکومتی دموکراتیک به اصطلاح کارگران زحمت کشان، خب اینا این الگو و بدیلی از دموکراسی و از به اصطلاح اداره جامعه که ما طرفدارش هستیم. اما خب خیلی از نیروهای بورژوایی، نیروهای ارتجاعی مثلا در ایران، فرض بگیر از سلطنت طلب داریم، مجاهد داریم، من میدونم سکولار بورژوا داریم و غیره، آیا اینا در جامعه پسا سرمایه‌داری سوسیالیستی مورد نظر شما از آزادی اندیشه، بیان، تشکل برخوردارن یا نه؟ حق رأی عمومی اونجا به چه ترتیب، اینا اصلا حق مشارکت در پرکتیس حقوق شهروندیشون رو دارن یا نه؟ اگه یه جا در یک شورای، در یک انتخاباتی پیروز شدن، قاعده بازی به هم میزنیم نمیزنیم، زندان سیاسی داریم، اعدام داریم نداریم، یعنی جدا از اون الگوی حکومتی که ما طرفدارش هستیم، برای اون مخالفین این الگوی حکومتی، مثلا خب این بار مثلا فرض بگیریم بارزانی مخالف الگوی بوده که فرض رجاوا از حکومتداری و چرخاندن جامعه مثلا بهش معتقد بوده، تکلیف امثال اینا چی میشه؟ من از یه سنت سیاسی میام که 30 سال پیش آزادی پرتشر برای همه رو خواستم، مقابل اونایی که میگفتن آزادی فقط برای خلق باشه، واسه تقلب میزنه و داغون میکنه، و این صحبت 30-35-40 سال قدمت داره تو سنت که من ازش میام. البته الان خیلی بازتر دیدگاه به سیاست و تئوری سوسیالیسم و مبارزه اجتماعی و سوسیالیست، ولی الان در جواب مشخص به شما خوب روشنه که اصلا اعدام یه توحش به صلاح بی نظیره که بایستی رخت ببنده از جامعه بشری، شکنجه، عقاید مختلف رو سرکوب کردن، اینا همه روشنه که ما طرفدار آزادی کامل هستیم و توی رجاوا هم الان 15-16 تا حزب هستیم، دیدگاه مختلف دارن، مادام که به اون قرارداد اجتماعی یا سوشال کانترکت وفا دارن دیگه توی این شوراها کار میکنن، به درجه محبوبیتشون میرن، صاحب به صاحب پست و مقام هم توی مدیریت جامعه میشن. فقط همون جوری که ببینیم امروز ما اگه توی سوئد بردهداری قدغنه، رعیت داشتن هم قدغنه، 1943 به سیستم فئودالی توی سوئد میگفتن ستارتر یا ستارترا، این اومدن تو اینن تو چه تو ایران مثلا 1963 که با اون به ساعت تلاش شاه برای این که فودالیسم رو با سرمایه داری جانشین بکنه که مناسبات ارباب رعیتی رو آوردن، تو سوئد هم هرکز آورد. الان شما نمیتونید رعیت داشته باشی، نمیشه حزبی درست بکنی که بگی من میخوام رعیت ارباب رعیتی رو بندازم، نمیتونی حزبی درست بکنی که بگی من میخوام آدم ها رو برده بکنم، این غیر ممکنه. ولی غیر از اون کسی میاد میگه سرمایه‌داری باید خصوصی باشه، دولتی باشه، بخش صنعتی بره جلو، نمیدونم سوسیالیست، هموا اقسام احساب است. به نظر من توی یه جامعه واقعا آزاد به هیچ وجه نمیشه و نباید جلوی تفکرهای متفاوت، بینشهای مختلف راجع به رشد بشر و رشد جامعه، حفاظت محیط زیست گرفت، این تنوع افکار به نظر من باعث تکامل و پیشرفت جامعه میشه. جامعه که توش همه یه جور فکر میکنن خیلی جامعه خاکستری و به نظر من محکوم به قهقرا رفتنه. هیچ آزمایشگاه تحقیقاتی نیست که همه با هم یه جور فکر کنن، اصلا تحقیق صورت نمیگیره در اون کار، بلکه اتفاقا برعکس نرم فکر کردن و روش‌های جدید و تفکرات جدید رو وجود آوردن هست که هر آزمایشگاهی رو پیشرفت میده و باعث میشه که به اصطلاح اختراعات و اکتشافات و بینش‌های جدید به وجود بیاد. به نظر من این میتونیم گسترش بدیم کاملا در سطح اجتماعی ممکنه و هیچ چیزی هم گارانتی نیست. شما با کلاشنیکوف و نمیدونم باتون نمیتونی جلوی عقیده مردم و ابراز عقیده‌اش رو بگیری، میتونی بگی جامعه رو همون کاری می‌کنی که تو شوروی کردن یا دارن تو کره می‌کنن، بلکه نظر با نظر باش با در افتاد.
جامعه که یاد بگیره خودپویا باشه، مردم توشون آحاد جامعه، خودشون رو دخیل در سرنوشت جامعه بدونن، انقدر ظرفیت خواهد داشت که بتونه این برخورد نظریات، احزاب مختلف، الگوهای مختلف پیشرفت‌های اقتصادی اجتماعی رو هضم بکنه، نگاه بکنه و انتخاب بهتر رو بکنه. آیا ممکنه انتخاب بدتر بشه؟ بله. این هم ممکنه. هیچ کس گارانتی نکرده که اگر یه تحول سیاسی ضد سرمایه داری راه بیفته حتما تا آخر خط بدون هیچ مشکل پیش خواهد رفت. آنچه که مهمه از امروز برای این روزها آماده بودنه، آنچه که مهمه این خودپویایی و دخیل کردن مردم و کارگران در سرنوشت خودشون تا هر چقدر که ممکنه، تا هر قدر که ممکنه اینها رو از امروز در دستور روز گذاشت و وقتی تحولات سیاسی خواب جلو میاد اینا رو محکم به کار بست و با جدل و بحث مستدل آماده بود تا جواب کسانی که مخالف این سیستم نظام هم میتونن باشن بدن. برای دقیقاً این بله. این البته خب تجربه نیکاراگوا رو نمیشه خب با سوسیالیسم به مارکسی مقایسه کرد، ولی خب اونا به یک نوعی اگه بخوام آدم مثالی بزنه، مثلا بعد از پیروزی انقلاب ساندینیستی مثلا تو یک انتخابات شکست خورده بودن، میتونستن مثلا با قوه قهریه به زور ادامه بدن برای چند سبایی، ولی این کار رو نکردن، رفتن کنار، به مردم فرصت دادن و بعد دوباره که بعد از چند سال انتخابات شد مثلا دوباره پیروز شدن. به هر حال من امیدوارم که برسیم به چنین جامعه‌ای، جهانی که آزادی در کنار برابری و رفاه به وفور برای همگان وجود داشته باشه. اگر جنبندی نکته پایانی دارید در انتهای این گفتگو خوشحال میشیم بشنویم. فرحان جوان، تو این صحبتی که شما کردین در اون شرایطی که نیکاراگوا توش بود و ساندینیستا توش بودن، به نظر من کار درستی کردن، کار خیلی درستی کردن. بخاطر زور به اصطلاح استدلالشون و سیاست گذاریشون اومد نبوده که اکثریت مردم رو قانع بکنه، اومدن قدرت شده، ولی وقتی نتونستن این کار رو بکنه، البته خب میشه توطئه‌های آمریکا، کنتراها، سرمایه عظیمی که سیاسی سیاهی و غیره صرف کردن برای اینکه راست رو تو جامعه نیکاراگوا تقویت بکنن و چپ و ساندینیستا رو ضعیف بکنن، اینا، ولی همه اینا اون شرایط اونجا اون موقع رو ترسیم میکنه و اینا به نظر من درست تصمیم سیاسی درستی گرفتن. نکته که من میخوام تو آخر صحبت بهش اشاره کنم و تو مثلا بخش قبلی صحبت نرسیدیم بهش، صحبت توزیع فراورده هایی که توشون کمبود است تو جامعه پس از سرمایه داری، اون چیزایی که کم بود شست و چجوری توضیح میکنیم، این هم به نظر من یکی از نکات گرهیه. و ادای سهم من به این خیلی خلاصه مطرح میکنم، بحث مفصلیه، این هستش که اولا الان کاملا ممکنه که تعداد ساعت کار اجتماعی برای تولید هر فراورده رو تعیین کرد، یه اتومبیل مثلا چه برم 500 ساعت وقت میبره، یه دونه روز چرخ ممکنه 15 ساعت وقت ببره، و بعد هر کس علاوه بر اون رفع نیازهای اولیه‌اش که گفتیم بخش وفور محصولات اجتماعی هستش، تولید اجتماعی هست، در این برای اینکه نیازهاشو از این فراورده‌هایی که توشون فعلا توش کم بوده، تولید بنز هم نمیشه، این از هر کسی کارت اعتبار برابری میگیره، مثلا بسته به امکانات و ثروت جامعه، هر کس فرض بفرمایید معادل 50 ساعت کار اجتماعی یک کارت اعتباری میگیره، این همین کارت بانکیمون. و حالا من بنده اگه میخوام فرض بفرمایید یه موتورسیکلت خیلی سریع و شیک داشته باشم، با این کارت اعتباری ما باید 6 ماه 7 ماه یه سال پس انداز بکنم و اون وقت با اون مقداری که فرض کنید این موتورسیکلت 300 ساعت کار اجتماعی برای برم تو نوبت وایستم تحویلش بگیرم. یکی دوست داره که نه تو خونش کتاب داشته باشه، کتاب خونه ارزاش میکنه، خودش کتاب خود به پارت اعتبارشی سفر کتاب میکنه یا دوچرخه میکنه یا گیتار میخره، هر چی که دلش میخواد. و به این نحوه هستش که ما میتونیم این پروبلماتیک مسئله
کالاهایی که توشون کمبود هست تو جامعه پس از سرمایه داری رو حل بکنه. من سرتون بیشتر درد نمیارم، من از این ندارم، شما اگر سوالی هست که در خدمتم، اگرم نه که نه دیگه. البته خب سوال که زیاده، ولی برای اینکه بینندگان هم فرصت بکنن، الان هم فکر کنم حدود یک ساعت شده، ما فعلا در همین حد این گفتگو رو پایان میدیم. به امید گفتگوهای بعدی سر سایر موضوعاتی که برای جنبش چپ، جنبش کارگری و بینندگان ما به اصطلاح اهمیت داره، حتما ما گفتگوهایی رو در آینده سازمان خواهیم داد. ممنون از شما. آرش، منم به سهم خودم یک بار دیگه تشکر میکنم از دعوتتون به این مصاحبه و درود و میگم به تمام بینندگان شما، شاد و موفق باشید. خواهش میکنم.